تازه از خواب بیدار شدم، میخوام الان آماده شم که بریم بیرون با مامانم اینا. بریم با هم آماده شیم. امروز روز ولاگ ایرانی من هست، اولین ولاگمه که به زبان فارسیه. خبر نداری ولی امروز من شنبه ولی ساز تو خبر نداری که امروز داری چی میخونین؟ چیه؟ امروز بلاگ ما، بلاگ من ایرانیه. چیه؟ خانم خواننده خب ما آمدیم الان برنت کراس یک دونه شاپینگ سنتر لندن. الان بهتون نشون میدم دیگه موقع بعد از همه این کرونا و این قرنطینه مردم چجوری هستن. اگه نگاه کنین روی زمین اینطوری فلاشه گذاشتم و روی زمین قشنگ نشون میده. میخوایم به رو به این ور بریم، مثلا بعد از این سمت چپ بیان، اونایی که میخوان به رو به اون ور برن و از سمت راست برن، یعنی مردمی که دارن میان بعد اینطور باشه. من آمدم الان بوتس یه مغازه هستش که لوازم آرایش میفروشه، لوازم شامپو، داروخونه هستش که توش لوازم آرایش و لوازم خونگی نمیدونم، ولی مثلا همین مال حموم و اینطور چیزا رو میفروشه. حالا من آمدم که برای خودم یکم لوازم آرایش بگیرم. میخوام اینو بگیرم، این هیچ وقت امتحان نکردم، ولی همیشه معمولا مثلا وقتی که میریم بیرون یا میریم دریا یا جایی من از اینا خوشم میاد بزنم یکم به بدنم. این حالا مال اسپریشه، ولی دیگه الان اینجا آشانتیون یه نه سامپلش ندارن که بتونم بزنم به بدنم، واسه همین نمیدونم. حالا دیگه بسم الله انشالله خوب باشه. کنسیلر خیلی خوبه، فقط توی رنگ لایتش رو بگیریم خودشه. یکی هم این کنسیلر واقعا خوبه، ولی فقط اگه اینو بگیرین بعد بگیرین بعد بزنین رو صورتتون چند دقیقه بمونه بعد بلندینش کنین. ما دوتا خواهرین. سلام ما میمونه، من بعد یه کافی بخورم، یعنی واقعا خیلی خوابالو هم I don't know why، و اگه کافی نخورم همیشه خوابالو. من اگه صبح کافی نخورم سردرد میگیرم. ولی الان شب از صورت منم بگیر بس. اگه چرا این دختر بلاند خوشگله و تو خودم هم جیان دیوانه کی ساندویچ حمص میگیره؟ استارباکس بگیریم. نه بیا لیچلی تو هر چی گفتی همش لایک مک. من بیگ مک خوردم نهار خوشبخاله. خب داریم الان میریم استارباکس که کافی بخوریم، ولی فقط صف این زارا رو نگاه کن. صفش هم اینطوری میره و داخلش اصلا کسی نیست، انقدر صف زارا افتضاح. انقدر الان متصفیم که فقط داریم استارباکس، انقدر صف زارا چیزه. من الان دیگه ماسکم پوشیدم چون که مردم دارن میان نزدیکتر. الان دیگه یکم شلوغ شده و ما بعد ماسک بپوشیم دیگه آمدیم تو. اگه کسی پلمون هستش یا میبینیم شلوغه 100% ماسک میپوشیم، به خاطر اینکه دیگه خطرناکه دیگه، باید همه رعایت کنیم. چرا موجات خوشگل شده ها؟ خودم خوشگلم، موجام خوشگل. شما اصلا صدای ما رو میشنوین؟ بچه ها این ماسکایی که ما باید بپوشیم برای سر کار اینجوری نیست. خب اونایی که ما استفاده میکنیم تو ایران خیلی ها اونا رو استفاده میکنیم، خیلی نه گنده است. ببینید اینجوریه، خب صدای من که الان دارم با آدم صحبت میکنم، وقتی صحبت میکنم اصلا مریض نمیفهمه، یعنی اصلا نمیفهمه.
و ماسک باید شستشو میشه خودشون رسایل چیز میشه دوباره استفاده میدونم. آره اما انقدر گنده و کت و گنده و چیزه اونا رو هم فقط وقتی استفاده میکنیم که ایرسول جنریت میشه، یعنی مثلا از این چیزایی که بزاق دهن، مثلا اگه میخوای پر کنی، اگه میخوای مثلا کراون درست کنی، اینطور چیزا اونا رو میپوشی. اما اگه میخواد فقط بکشی دندون بکشی همینار... آره دندون بکشی فقط همینا رو میزنی و یه چیزی که میاد جلوت از این شیلدا. آره من مامیم و سلماز رفتم، ما دوتا رو تنها گذاشتم با هم. بعد چی شد؟ ما شیرکنیم خرید کردن. آره وقتی بریم خونه بهتون نشون میدیم، ولی هم از ویکتوریا سیکرت یکم خرید کردیم، هم از تاپ شاپ. الان اینجا همه حراجا شروع شده، یکم جالب است بعد از اون را بریم. زمینا رو آره نشون دادم که زمینا رو همه رو چیز کردن که هر کسی از هر طرفی نمیتونی بری دیگه. الان که ما اون ور میریم رو به اون ور میریم بعد از سمت چپ بیایم، مثل ماشین. آره دقیقا مثل ماشینا کردم. خاطر همین جریان کرونا همه جاها رو هم زودتر میبندن. مثلا معمولا توی انگلیس همه جا ساعت 10 شب بسته میشه، بعد اینجا الان ساعت 6 بسته میشه. بعد تازه تو پاساجا همه مغازه ها همزمان هم نمیبندن، بعضی ها زودتر از بقیه، که جالبه. مثلا الان همه این مغازه ها بستن، بعد این یکی جی دی سپورت هنوز بازه. سبی بریم یه رسته توشو ببینیم، ما هم یکم توی اینو ببینیم. جی دی سپورت مغازه ورزشیه. الان دیگه داریم میریم خونه، خریدمون کردیم، ولی واقعا تو لندن اونقدر کاری نیستش که آدم بتونه انجام بده الان تو این زمان کرونا، به جز این که بخوای بری خرید. یه رستوران میری، رستوران خالیه، تعداد مقدار آدمی که اجازه میدن بیا تو رستوران خیلی کمه، حدودا فکر کنم مثلا 12 نفره. مامیم سلماز که من آوردن اینجا فرار کردن رفتن، حالا خدا شکر سپیده آمد، وگرنه من همینطوری اینجا مونده بودم. سبی اینجا رو چقدر شلوغ کردی. اینا همه لباسای ما کلابریشن های هفته دیگه و هفته آینده است. کلابریشن بگو به همه. کلابریشن یعنی این که وقتی با مارک های مختلف یا با یه مارکی کار میکنی و برای اون مارک تبلیغات میکنی، لباساشون رو میپوشی و اونا بهت جنس رو میدن و بهت یه هزینه میدن برای مدلینگ میکنی. برای مثل مدلینگ دقیقا، ولی رو پیج خودت رو اینترنت. خیلی قشنگه، بهمون نشون بده چی گرفتیم. اوه انقدر فت و فراوونه. اتفاقا یه ویدیوی جدا روی کانالم هست با مامیم و سلماز که میاد که همه این لباسا رو یکی یکی با میکنم نشون میدم. اصلا خیلی قشنگه. خب حداقل کفشاتو بهمون نشون بده روی این ویدیو. یکیشون که بالاست، یکیش اینه. این از بچه ها این کفشا کیه؟ دفعه کیه من پوشیدم؟ دوست داری؟ مال منه. این شبیه بابا مال منه. من خیلی دوستشون دارم. این کفش رو امروز گرفتم. به پاهات خیلی میاد. این کفش رو هم فرستادن. یه کفش دیگه هم الان ببینم واسه بالا. اینا چقدر اینا نازن. اینا از Pretty Little Thing. آره اینم خیلی نازن. چند تا پیرن از اوپالی هستش، یه بلوز هم از بو اونیو هستش. اینجا همه چی یکم قاطی پاتیه، بعد الان درستش کنم. چقدر این بلوزت خوشگل سفیده. مرسی. خیلی نازه. با چی میپوشی این بلوزو؟ چون با همین دامنی که الان پوشیدم میپوشم. یا میتونم حتی با شلوار جین سفید یا شورت سفید. منو ساینا دیروز رفتیم زارا خریدیم. زارا جنسای جینزش خیلی دوست دارم. خیلی چرا میخندی؟ من خاطر اینجوری که وقتی فارسی زبان میگم منو میخندونه. من فارسی زبان میکنیم، ما هم اینطوری فارسی زبان نمیکنیم. مثلا معمولا موقع فت کردن فارسی زبان که مثلا کسی نشنوه دوره برای ما. ولی متاسفانه این روزا اصلا هر جا میری همه میفهمن چی داری میگی. ما معمولا وقتی فارسی زبان میکنیم منو سفیده همش میخوایم فت کنیم، بعد فارسی صحبت میکنیم که وقتی بیرون هستیم کسی صدامون نشنوه. به قول سفیده الان میری بیرون قشنگ همه میفهمن چی داری میگی.
ببینم اون چیه، رو مایا اینو میپوشین؟ آره. دیگه هست تو ولاگ دیگه میبینین بچه‌ها. بچه میبینین چه تبلیغ ولاگ خودش رو میکنه خانم، ولی واقعا برین ولاگ سویدن نگاه کنین، خیلی جالبه. من دیدم داشتین لباسایی که براش فرستادم به مامانم و خواهرم نشون میداد و واقعا خیلی لباسا شیکه. حالا منم میخوام تک تک اینا رو ببینم. ببخشید پشتم به حته چون میخوام به همه نشون بدم. آره امروز از ویکتوری سیکرت که بهتون نشونم این کیفه رو گرفتم، از تو حراج گرفتم. خیلی قشنگه، خیلی نازه. نشون بده از 35 پوند 17 پوند 50 پوند بود. نگاه کنین اینطوریه، فکر کردم چقدر این پاپیونه چقدر این نازه. نگاه کنین دستشو یه پاپیونه، چقدر این کیته اینطوریه. بعد توشو وقتی که باز میکنین، کیفش رو باز میکنی؟ کیف لوازم آرایشی؟ آره کیف لوازم آرایش. وقتی که میری مسافرت و اینا، این کیفه هستش که وسایل تو بذاری توش، مثلا لوازم آرایشت، مسواکت، خمیر دندونت، حالا هر جای میری اگه میخوای بری خونه یکی از دوستات شامپوت، نمیدونم. چون من معمولا مسافرت میرم با خودم شامپو اینطور چیزا نمیبرم، خیلی هم ولی میدونم میبرم، ولی معمولا تو هتل شامپوهای خیلی خوبی میدن. زمانای قدیم وقتی میرفتن خرید عروس، یه دونه از اینا رو همراه خرید عروس واسه لوازم آرایش میگرفتن. هنوز هم فهم میکنم میگم، خیلی قبل از عروسی من هنوز هم فهم میکنم میگم. بعد اینم یه کیف حالا در میاد از توش، و اینم یه کیف جداست که توی اینه، خیلی نازه. اینم از ویکتوریا سیکرت دیگه، هر دو تاشون از ویکتور سیکرت. بعد توش اینطوریه قشنگ وسایلت میاد، خیلی کیفه. آره. میتونی عطر رو، آره عطرامو هر همه چیزا بذاری توش. بیشتر برای مسافرت گرفتم، گفتم عطرامو به قول شما یا لوازم آرایش. یک چیز دیگه که خریدم از ویکتور سیکرت هستش، اینو خریدم، این جامپر رو، این خیلی کیوته. بعد این مدلش گشاده واسه این سایز سمول خریدم، این خیلی نازه. بعد اینو خریدم که با این شورتک بپوشم، چون اینا الان مد نه شورته، اینا الان مد شده تو انگلیس و واقعا من انقدر اینو دوست دارم، یعنی شلوار اینو من تو مشکی دارم، انقدر این راحته که خدا میدونه اصلا خیلی. بعد اینو گرفتم با این که مثلا دوتاشون و هم بیاد. قشنگه مامی؟ خیلی قشنگه، خیلی نازه. آره، خیلی کیته. بعد چیز دیگه هم که گرفتم، اینو مشکیشو دارم ولی آبیشو گرفتم، این آبیه فکرم خیلی نازه برای تابست، رنگ تابستونیه. اینم بلوزشه مثلا، خیلی ملوسه، پارچش خیلی لطیفه. من عاشق این ویکتوری سیکرت هستم چون واقعا پارچش و جنساش خیلی آنچنانی هن. اینا ها اینطوریه. سپیدم دیدیم دیگه با من بود از ویکتوری سیکرت خرید کرد. سپیده یکی این بلوزه رو خرید. قیمتش چند؟ ها من قیمت ها رو یادم رفت بهتون بگم. فکر میکنم من دیدم 75 پونده. این 75 پونده. آره این قیمتش 75 پونده، ولی این خیلی نازه اصلا. اینو میتونی با هر چیزی بپوشی، اینو میتونی هم برای لباس شب بپوشی، هم میتونی با تو روزم با یه شلوار جین یا شورتک جین بپوشی. بعد سفیدم جفت من، این به جاش من رنگ قرمز گرفته بودم. قرمز این رنگ چیه؟ این رنگ زرشکی بنفش. آره. اینا من این رنگ گرفتم، سفیده کرمش رو گرفت. ببینین این پارچه، این انقدر خوبه، مثلا قیمتش 30 پونده فکر میکنم، واسه بهتون میگم الان قیمتش چنده. خب روی این یکی ننوشته، شاید روی این بنویسه قیمتش چنده. نمیدونم چرا روی اینا رو رسیدم نوشته. شورت ها قیمتشون 20 پونده، 19.99، و شلوارش 35.99، و بلوزش هم که این هستش، این بلوز آبیه، این هم 35.99 و این 36 پوند و این 45.99، یعنی 46 پوند. بعد سپیده اینم گرفت که با شورتکه بپوشه به رنگ کرمش، خیلی قشنگه، خیلی نازه، خیلی. بعد آخرم چیزی کم گرفتم هستش، این کفشا رو از تاپ شاپ
دمپایی ها رو از تاپ شاپ گرفتم که اینا تو حراج بودن. من خیلی اینا رو دوست دارم، اینا رو تو حراج خریدم. اینا 32 پوند بودن ولی من برای 15 پوند خریدم که اینجا حراج کرد. بعد این شکلی هستش این دمپایی ها. من سفیده اینا خیلی دوست داشتیم ولی سلماز اونقدر بهش علاقه نداشت. یک خریدی هم که دیروز خریدم حالا بهتون نشون میدم. دیروز سافریز رفتم این کفش شنل خریدم چون که تابستون هستش، فکر کردم که صندل خیلی ایده خوبیه. این هم صندل هست، نگاه کنیم چقدر اینا زیبان. اولش فکر کردم این صندل اونقدر جالب نبودن ولی واقعا خیلی نازن. صندل خیلی کلاسیک شانل هستش و این صندل میگن صندل پدر بزرگ، گرانداد سندلز، و میشه صندل پدر بزرگ. اینا مده و اینا رو واسه الان بهتون میگم چند خریدم. اینا رو خریدم 920 پوند. گرانداد صندل ها صندل خیلی کلاسیک شانل هستش و اینا رو همیشه هر سیزنی در میارن و همیشه مدل های مختلف این هستش، ولی تقریبا همین جوری هستش که این استرپ جلوشو داره و این بند جلوشو داره و این بند پشتشو داره. و حالا مال من، این مدل مال من روش با تنابه. یه مدل دیگه هست که دو سیزن قدیمی تره، دو فصل قدیمی تره از این. اون به جای این قسمت تنابا فقط همینطوری بند داره که مثل این جایی که قسمت نوشته شانل، اونم بند داره اینطوری. اونم نازه. در اصل رفتم اولشونو بگیرم چون که به خاطر کرونا فکر میکردم که شاید هنوز فصل جدید رو در نیاوردم، ولی خدا رو شکر شانل فصل جدید در آورده. ولی تاپ شاپ که رفته بودم، تاپ شاپ اصلا فصل جدید در نیاورده و حتی گفتم که تا چند ماه دیگه فصل جدید در نمیارن به خاطر اینکه همه جنسای کروناش مونده. الان انگلیس فکر کنین همه جا بسته بود، از عید، قبل از عید همه جا بسته بوده، هیچ کس نتونسته بره خرید به جز اینکه مثلا آنلاین بخوایم لباس سفارش بدیم، هیچ کس نتونست بره مغازه ها. واسه همین همه این لباسایی که توی مغازه برای سپرینگ آورده بودن همشون همینطور رو دستشون مونده دیگه. فکر کنین هیچ کس اونا رو حتی ندید، اونا رو جابجا خود اونا رو گذاشتن روی حراج. فصل جدید هم الان ندارن که بدن. بچه ها امیدوارم این ولاگ منو دوست داشتین. اگه دوست داشتین لطفا پایین سابسکرایب کنین و دکمه لایک هم بزنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. اگه دوست داشتین که این ولاگ فارسی بود و بیشتر ولاگای فارسی میخواین، به من این زیر لطفا کامنت بدین بنویسین و من 100% براتون ولاگای فارسی بیشتر ضبط میکنم. خیلی 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 دوستتون دارم، عاشقتونم و مرسی برای همه کامنتاتون، مرسی برای همه سپورتتون. واقعا من سعی میکنم به همه کامنتاتون جواب بدم. خیلی دوستتون دارم. روز خوبی داشته باشین.